خب سلام بچه ها خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال گپ اسپا جایی که توش فقط هم فوتبال صحبت میکنیم و توی این ویدیو میخوام در مورد یه خبر جالب صحبت کنم که تقریبا یه یکی دو روزی از پیچیده هم تو که بدونن احتمالا استقلال یا بیشتر فتولا زده چند وقت پیش یه خبری داد گفت منتظر که خارج بشه یه بازیکن خوب و بیاریم به تیم اضافه کنیم یا هافک مهاجم که 15 تا هم گل زده و این چیزا و خب اینا نوید یه انتقال خیلی بمبیو میداد واسه استقلالیا حالا امروز خبر اومده که اون بازیکن آلمانیه و طبق پیش بینی هایی که مثل روشن تو عزیزمون داشته و دیگه خب مسلم شده مثل اینکه مکس کروزه اون بازیکنیه که فتل زاده ازش صحبت میکرده مکس کروزه ای که حالا نمیدونم بشناسیدش یا نه ولی توی تیمای خوبی توی بوندسلیگا بازی کرده اونایی که فوتبال و آلمان رو دنبال کنن احتمال خیلی زیاد میشناسنش توی تیمای خوبی مثل ورده برمن و وسبورگ و یونیون برلین و گلادباخ حتی زمانی توی تیمای خوب بازی کرده و بازیکن خیلی باهوش فرصت طلب و خوبیه پست اصلیش هم همونطور که حاج گفته پشت مهاجمه ولی مهاجم نوک کم میتونه بازی کنه بخوام براتون مثال بزنم یه چیز تو مایه های توماس توندره ولی در سطح فوتبال بوندسلیگا آلمان خب ضعیفتره نسخه خیلی ضعیف‌تر توماس مولر ولی واقعا بازیکن خوبیه و جدای از این که اصلا این انتقال چقدر میتونه واسه اصطلاح خوب باشه چون میدونیم واقعا نیاز داره تیم ساپینتو به همچین بازی کنی یه بازی, کنی، بازی کنی خلاق و فرصت طلب که بتونه هم موقعیت ایجاد کنه هم از موقعیت ها خوب استفاده کنه مشکوزه واقعا واقعا ست... یه چیز درد لوکادی هست دیگه شاید حتی بهتر از لوکادی در یاد واقعیت من بخوام به عنوان پرسپولیسی بگم کارنامه که مکس کروزه داشته خیلی بهتر از لوکادیا بوده در دوران بازی خودش لوکادیا مثلا یه تیم خوب بخوای بگی توی آیندهوون بازی کرده و برایتون و بقیهشون چند لول پایین تر بودن ولی این توی چند تا تیم بوندستگاه خوب بازی کرده و اکثر فوتبالشو توی بوندستگاه بوده توی فوتبال آنها بوده حتی یادم یه زمانی یواخیملو آخیم دو داداش تیم ملی ولی نمیدونم شب قبل اینکه بیاد اردوی اولش تو تیم ملی بعدم رفت قمار کرده و چیکار کرده لو بعد لو رفته بود بعد یواخیم اصلا اینو بازیش نداد و انداختتش بیرون و کلا اون قضیه اومدم تیم ملی آلمان هم کنسل شد برای این بند خدا بعدش رفت لیگای ضعیف‌تر ترکیه و اینا کلا اون داستان گذشت رفت ولی در کل واقعا بازیکن با شلاسیه و جدا از این که قهر به اصطلاح خیلی کمک کنه فکر می‌کنم تو لیگ ما می... یه انتقال خیلی بزرگ و بومی میتونه باشه همونطور که مثلا لوکادیو اومده بود واقعا خب میدیم می هم پرسپولیس خیلی خوب بازی میکرد هم هواداره شور هیجانی گرفته بودن که مثلا یه بازیکنی از بوندسلیگا مستقیم اومده پرسپولیس اومده لیگ ایران اصلا چطوری هم چیزی ممکنه اون چیزا و از این لحاظ مکس کروزه واقعا میتونه دوباره خون جدیدی وارد لیگ ما کنه واقعا انتقال جذابی میتونه باشه به خصوص برای استقلال که خب مطمئنا خیلی اشغال خواهند کرد با این انتقال و بعد منتظر باشیم ببینیم که توی تیم استقلال چطوری کار میکنه اون طرف بعد خب اصلا متحری و این چیزا هم باز یه ذره بیشتر بازش جمع کنه چون گفتم علاوه بر اینکه پست پشت مهاجم میتونه بازی کنه مهاجم نوک هم بازی کرده بارها تعداد گلای زیادی هم داره به نسبت بازی شاد این نگاه هم میتونیم بندازیم به عملکردش هم تو که میبینید پستش سنترال میدفیلد یعنی همون هافک وسط بعد اتاک میدفیلد بعدش هم که دیگه مهاجم نوک میتونه بازی کنه و سابقه بازی کردن از تیم ملی آلمان رو هم داره 2021 تا بازی کرده ولی کلا خب میبینیم مثلا توی تیمای اینشو نمیدونم ولی خب مثلا تو ویدر برمن بوده تو سمپاولی بوده فرایبورگ بوده گلادباخ بوده حتی یه زمانی وولسبورگ دوباره ویدر برمن بازی که توی فنرباخش هم عمل کرده واقعا خوبی رو داشت تا جایی که یادمه تونیم مگه کل دیتاش هم ببینیم آخرین سالی که بازی کرده توی چیز اه... بوده وولسپوک بوده که پنج تا بازی انجام داده سال 2022 یعنی تقریبا یه نیم فصلی سالی از دور بوده ولی خب به نظرم واقعا چیزی از ارزشش کم نمیکنه واسه اومدن به لیگ ایران و مطمئنا میتونه تفاوتها رو رقم بزنه حتی با اینکه مثلا دور بوده از فوتبال و این چیزا بعید میدونم خیلی تاثیری داشته باشه تو روند کارش کلا 307 تا بازی انجام داده داداشمون 97 تا گل زده بالاست خدای بالاست 79 تا هم پاس گل هم تو که میبینید هم توی پست مهاجم نوک مثلا مومانی مهاجم نوک 97 تا خب زیاده یا 79 تا پاس گل تا اینا فقط بازیه که توی بوندسلیگاشون انجام داده حالا ترکیه ایناشو نیاورده آ این تو بوندسلیگای آل کامپتیشن حالا آمارش میشه 553 تا بازی که خیلی زیاده بازیکن با تجربه هم دیگه مطمئن حساب میشه 162 تا گل 133 تا پاس گل واقعا آمار خیلی سوپری احساس کنم برای لیگ ما و هم آخرین بازیش توی وولسپوک بوده 2022-2023 که اونجا بازیش رو انجام داده دیگه توی فنرباخچه توی لیگ ترکیه هم 20 تا بازی کرده آخرین فصلش 7 تا زده 7 تا پاس گل داده بازی عمل کرده خوب دو سال 2021, 2021، 2022 هم 5 16 تا بازی 5 تا, تا گل و 5 تا پاس گل بازم عمل کرده نسبتا خوب حتی توی 2021 2022 هم 14 تا بازی برای وسبوک 7 تا گل یه پاس گل هم خوب بوده عملکردش و کلا یه انتقال گفتم واقعا یه انتقال خیلی بوم میقره بشه احساس من از اونجا که خب دیدیم پرسپولیس الان بازیشو مساوی کرد با آلمینیوم الان فقط اگه بازی امروز جلوی مثل کرمان رو ببره که استریم میریم حتما بیاد با هم دیگه داشته باشیم مازیو اگه سه ببره میشه میرسه به سه امتیازی و پرسپولیس توی سر جدول و این انتقال حتی اگر حالا بر فرض مثال اگه تا آخر فصل بخواد بمونه چون بخاطر میگم که مثلا تیام اومد خب سطحش واقعا بالا بود در لیگ ما یه نیم فصلون رفت لوکادیا همچنین پیچید رفت به خاطر شرطی که مملکت ما داره داشمون شاید نمیدونم اومد شما فکر کن به عنوان آلمانی میای تو این مملکت میبینی واتساپ و تلگرام بود همه چی فیلتره نمیتونی یه ارتباط بگیری با دوست آشنا تو مملکت خود دیگه خب ممکنه اینم هم فرار کنه ولی به هر حال گیریم که تا نیم فصل هم بمونه تا آخر فصل هم بمونه یه نیم بمونه تو استقلال ممکنه کار رو در بیاره با پس ممکنه استقلال دوباره به خاطر حضور همچین بازیکن با تجربه و با کلاسی قهرمان بشه البته میگم به شرط اینکه بیاد و حتی اکثر توان و حرفیگری خودش رو بذاره چون مثلا نیومایر هم اومده بود استقلال رو دیدیم که چی شد تهش ولی خب اگه واقعا به صورت حرفی عمل کنه نیومده باشه به تیغ دوباره فوتبال ما رو اونجوری مطمئنا خیلی میتونه به نفع استقلال باشه و واقعا این انتقال انتقال جذابیه بچا دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودین دیگه بعد تبریک گفت استقلال بابت این انتقال حاج یه بمب دیگه هم ترکون که برید اشغال کنید داشته باشید از حاج و اگه از ویدیو خوشت اومد یادتون که حتما لایکش کنید ساب کنید زنگوله رو هم بفشارید تا از ویدیو جدیدم نمونید و همچنین گفتم لایو استریم بازی استقلال مس هم یه چند دقیقه دیگه میریم اونم حتما بیاید با همون باشید دمتون خیلی گرمه مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی فعلا